العظيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. صدق الله العلي العظيم. بعد شكر فروان از تیم رسانی و خبری داخلی وطن عزیز ما افغانستان که به داخل بر با این روز خنک با جمعی از مرد و زن شاید دنیا بگویم که اینجا ما از وجود اسلام فاصله‌تر گذاشت باشیم. نه خیر، ما هر چیزی که میکنم با شریعت با منطق شریعت کار میکنم. سر پله کو در نصر کو به زمستان چلی زمستان داخل برخشستان اگر این دایی و اهداف استرازی وارد دنیا درک نکند دنیا جاهل ترین انسان های روی زمینه. خداوند در قرآن می فرماید کسی که در راه من جهاد می کند من را نمیبینم. در دنیا مجاهد بزرگترین قهرمان دنیا مجاهد واقعی است. او نی گنگ می شود، او نی غافل می شود، او نی در جهالت می افته که او نی پالیسی و سیاسی و تدبیر و کار خود از دست می ده. تمام کارهایی که ما در طول 18 سال در طول 23 سال نظام طالب یا زمان نجیب نظمان دکتر نجیب زمان شریف تا حالا در سنگرهای افغانستان چیزی کردیم، همه رو شعوری کردیم، همه رو به خاطر دین خدا، به خاطر زندگی مسالمت آمیز مردم افغانستان کردیم، به خاطر غرور و آزادی وطن کردیم، به خاطر استقلالی وطن کردیم، به خاطر عزت و عزت و ناموسی وطن کردیم، به خاطر جلوگیری از فحشا و منکرات این وطن کردیم، به خاطر عزت و سربلندی وطن کردیم. برادران محترم، هدف از آمدنتان و خواستن ما یا خواستن شما یک هدف مشترک همه ما شما داریم. همه ما شما افغانستان از افغانستان هستیم. در داخل افغانستان امروز وضعیت جنگل و آنارشیسم خود گرفته. قدرتمندان بزرگ خود در دنیا مستعمرهای دنیای بزرگ میدانند، هم اینجا به دست و پا افتادند، به زانو نشستند. مثل اینها واری از سکندر مقدونی تا چنگیز تا شوروی سابق تا انگلیس سابق همه به زانو نشستند. مبهوت ماندند که در داخل افغانستان از کجا بیرون رفت پیدا کنید. من امروز برای تا نشان میدم، ما در رای خدا جواب میکنیم، راهنمایی ما را خدا میکنیم. برای تا منطقی گپ میزنم، به دنیا گپ میزنم. اینا که داخل سندیلیا در داخل ارگ کابل نشستن برای از نام میگم، اونا که در داخل قطر نشستن، اونا که داخل